فتوای ضد انتحار و انفجار از جانب علمای پاکستان. حدود 1800 عالم دین در پاکستان برای اولین بار گرد هم جمع آمدند و حملات انتحاری و انفجاری را به دلیل اینکه مخالفت با اسلام دارد حرام و غیر اسلامی اعلام کردند. آنان همچنان اعلام کردند که هیچ شخص و گروهی نمیتواند که به تنهایی اعلام جهاد بکند. در همین حال مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته است کشورش در سالهای گذشته در قبال افغانستان راهبرد اشتباه داشته است و این سبب شده که هند نقش بیشتر در افغانستان داشته باشد و اعتماد آمریکا نسبت به پاکستان کاهش یابد. اما علت این همه صداهای هماهنگ در پاکستان چی بوده میتواند؟ فشارهای آمریکا و جایگاه چسبیده پاکستان با حمایت از ترورستان، و در کنار این آیا این دیدگاه ها تکتیکی و برای فریب ذهنیت جهان است؟ سلام، به یکی دیگر از برنامه های بازنگاه خوش آمدین. من این نظری هستم. ما مهمانانم برای بحث در این مورد آقای همایون شاه صفی، آقای امور سیاسی، آقای سالم حسنی، عالم دین و استاد دانشگاه، و آقای اسدالله ولوالجی، آقای امور سیاسی. مهمانان بسیار خوش آمدین. صفی صاحب، اگر از شما آغاز بکنیم، چه چیزی در واقع در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود باعث یک صدای هماهنگ علیه انتحار و انفجار میشه در کشوری که متهم به حمایت از او است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید از عرض سلام خدمت شما و استادای محترم. برای دفعه اول است که جهان با وجه که موضوع رو میفهمید اعتراف میکنه که مرکز تروریست ها در خاک پاکستان است. با وجه که حکومت های ما همیشه میره اصرار داشتن اما این را اعتراف نمیکردن. دفعه اول است که یک فشار مهم سیاسی بالای پاکستان میاد. من گمان کنم که خود بعض مدرسه های افراطی مستقیما تحت اداره استخبارات پاکستان است. مخصوصا از وقت ضیاءالحق این موضوع شروع شد و میخواستن که اینا رو به مقابل کشمیر و به افغانستان استعمال کنند، چنانچه کردند. من گمان کنم که این اقدام و مشوره ISI و حکومت پاکستان شده برای اینکه نشان بده که ما باز اقدامات بر ضد تروریسم میکنیم. یعنی شما فکر میکنید بیشتر این رویکرد یک رویکرد تاکتیکی است؟ و کلی تاکتیکی است به نظر من. اما آنچه که مولانا فضل الحق میگه چیز متفاوتی است. مثلا حتی بحث پیشنهاد در تغییر پالیسی دفاعی آمریکا پاکستان مطرح شده که باید دوباره تجدید نظر صورت بگیره و به مجلس پاکستان فرستاده شود. جریان ها و یا احزاب کم مخالفت کردن، احزاب مخالف هستند. باز هم فکر میکنید که یک اقدام تاکتیکی بوده میتونه؟ میفهمید پاکستان یک ساختار مخصوص داره. اونجا یک دولت در بین دولت است. اردو و استخبارات پاکستان بیرون از صلاحیت صدر اعظم و یا پارلمان پاکستان هستند. یک تعداد احزاب هستند که مدت هاست که میگن که این سیاست در که شما در قبال افغانستان پیش گرفتین معقول نیست، منافع افغانستان پاکستان برآورده نمیتونه، چنانچه راست هم میگن. و امروز این سیاست غلط پاکستان باعث ادی شده که تجدید شده. همکار و همپیمان نزدیکش برای سالها امریکا بود بالایش اعتماد نکنه و آیا دیده شود که انوز هم استخبارات پاکستان یک تعدیل در قانون و در روش خود میارن یا نمیارن؟ به نظر من پیش از وقت است. من فعلا واز اقداماتشان اقدامات تکتیکی میبینم برای از اینکه فشار بالایشان کمتر شود. تشکر آقای حسنی. حالا اگر به چند لحظه بود سیاسی استخباراتی افراطیت مذهبی در پاکستان را کنار بگذاریم، آیا این فتوا یا در واقع کتاب را که اینا گفتن به دانشگاه های پاکستان ارسال شده و قرار است رونمایی شود و تجمع 1800 نفری علما میتونه تغییر در افراطیتی که حاکم است در مدارس پاکستان، در بعضی از مدارس پاکستان که همیشه رویش صحبت شده، تغییرات وارد بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام ادب خدمت شما، خدمت جناب استاد ولوالجی و جناب استاد آصفی و همچنین همکاران تکنیکی شما و طریق برنامه به همه بینندگان بزرگواری که برنامه را در جای جای جهان تماشا میکنن.
ببینین، اصل صدور فتوا به نظر من یک اقدام مثبت و یک رخداد نیک است، به خاطر اینکه اولین پیامد ای میتونه ای باشه که تا حالا هرچه گروه های تروریستی اعمالشون را انجام دادن، مشروعیتش را از نهادهای دینی بین به نهادهای دینی منتسب کردن، به نام جهاد گفتن، به نام مبارزه با کفر گفتن، به نام چی گفتن چی گفتن و همه اینها. حداقل پیامدش این است که مشروعیت دینی اقدامات تروریستی و انتحار را زیر سوال میبره و ایره نفی میکنه. و ما در این خصوص با توجه به اینی که ایره در نفس خودش، در ذات خودش یک اقدام مثبت میدانم، از همه مردم افغانستان و از علمای افغانستان این تقاضا را دارم که به نفس صدور این فتوا، به نفس این اقدام روی خوش نشان بده و از این امر استقبال بکنه، به خاطر این که ما هر صدایی را که در جهت محکومیت انتحار، در جهت محکومیت اقدامات تروریستی از هر کسی بلند شوه، ما این صدا را باید پژواک شویم و او را باید انعکاس بدیم و هر دست را که در جهت مبارزه با این دراز شوه باید را بفشاریم. این در این در ذات خودش. اما بس تاثیر از آیا چقدر تاثیر میکنه نمیکنه؟ قبل از اینکه به تاثیرش بپردازیم، بیشتر از یک دهه مردم افغانستان فقانشان می بود که امو فتوایی که در حال حاضر داده شده بود به خاطر جهاد در افغانستان، و حتی مولانا فضل الرحمن بارها بحث روا بودن جهاد در افغانستان را مطرح کرده بود. یک اقدامی که در بیشتر از یک دهه صورت نگرفت، درست زمان صورت میگیره که فشار بالای دولت پاکستان وجود دارن. من عرض کردم، ببینید، من نفس قضیه را میگم. من میگم که پاکستان 20 سال یا 30 سال یا نزدیک به 40 سال در قبال افغانستان رویه غلط داشته. همیشه رویه دولت پاکستان یا استراتژی عمیق و اصلی دولت پاکستان این بوده که حکومت مرکزی در افغانستان را تضعیف بکنه. بر از او فرق نمیکنه حکومت کمونیستی است، حکومت دست نشانده شوروی است، حکومت مجاهدین است، حکومت حتی ببینید اگر طالبان حکومتش چندین سال دوام پیدا میکرد، دولت پاکستان حتی به تصویب حکومت طالبان هم اقدام میکرد، چون برای پاکستان مهم اینه که در افغانستان حکومت مرکزی مقتدر نباشه. و علما تا حالا همه ما معتقد هستیم که روی کرد علمای پاکستان در قبال افغانستان روی کرد غلط بوده. این هیچ کس نمیتونه منکر شود و ما هم برای تاکید میکنیم که روی کرد غلط بوده. حالا که آمده یک حرف درست از حلق و بزن آمده بیرون، ما این حرف درست رو باید استقبال بکنیم. اما باید متوجه هم باشیم که آیا این صدایی که بلند شده است صدای واقعی مردم پاکستانه؟ آیا صدای واقعی دولت پاکستانه؟ آیا صدای واقعی دستگاه استخباراتی و دولت در سایه ای که جناب استاد صفی به او اشاره داشتن، آیا صدای واقعی او دولت در سایه هم هست؟ دولتی که کل اختیارات و قدرت پاکستان در اختیار اوست و دولت های ملکی بیشتر نماد هستند نه بیانگر واقعی قدرت پاکستان و استراتژی های منطقه بین المللی پاکستان. من خدمت شما عرض بکنم که در ذات خودش این اقدام یک اقدام مثبت میتونه باشه. واقعا محکومیت انتحار، محکومیت تروریسم، محکومیت دهشت افغانی از هر صدایی که بیرون، از هر حلقومی که بیرون بیاید برای ما قابل قدر است و برای ما ارزشمند. دولت علمای پاکستان اگر بعد از 15 سال، بعد از 20 سال آمدن این صدا را از حلقومشان خارج کردن و این صدا را تنین انداز کردن، اشتباهات گذشته خود را با عمل کردن به این فتوا و با تحت تاثیر قرار دادن مدارس دینی که افراطی پرور است و افراطی ساز هست، اگر اینها را مورد تاکید قرار دادن و مورد تغییر قرار دادن، او زمان باز ما اقدامات عملی اونها را باز هم ارج می نهیم. من می خواهیم ارج بکنم که در همه مسائل رویکردها همیشه آهسته آهسته ممکنه تغییر بکنه، ممکنه بعض رویکردها در ظاهر تغییر بکنه، در واقع تغییر نکنه و به عنوان یک تاکتیک یا بگیم اقدام تاکتیکی ارزیابی شود. ما باید متوجه او اقدامهای عملی دولت پاکستان هم باشیم، منتها این در نفس خودش، در ذات خودش به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه، هرچند که علمای پاکستان خیلی دیر به این مسئله اذعان کردن و این سپاسگزار از خود صادر.
علت این صدای هماهنگ در پاکستان در وضعیت موجود چی بوده میتونه؟ از یک دید کلانتر اگر ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه استادای محترم. خوب راجع به پاکستان خیلی زیاد حرف زده شده به هر شکلی که است. حتی که مسلک سنت شده افغانستان که پاکستان را بسیار بد ببینن و به صفت دشمن بشناسن. ولی در این شرایطی که ما هستیم، این کشور ما قرار داره و منطقه شرایطی که تغییر خورده در منطقه، واقعا فشارهای زیادی بالای پاکستان هست و این فشارها که تروریسم، این حامی تروریسم است و زیاد اسناد شواهد وجود داره، با وجودی که پاکستان فعلا تحت حمایت چین و روسیه هسته، حتی چین و روسیه نمیتونن در برابر اسنادی که وجود داره اینا از پاکستان دفاع مستقیم کنن و یک منطق برش بسازن. بسه واقعی که بریدن پاکستان از امریکا دوست قدیمیشان، این هم خودش موجب وارد آمدن فشار است، فشارهای متعدد بالای پاکستان نظر لیازی که شما ایرا بگوید. این حالی وقت که فعلا رئیس شورای امنیت در ملل متحد ریاستش با قزاقستان رابطه گرفته و قزاقستان رابطه بسیار نیک با چی داره؟ با امریکا داره که فعلا اکمالاتی که این از طریق زمین تا از طریق پاکستان میشد برای قوتهای امریکای و ناتو فعلا از طریق قزاقستان میشه، که این قزاقستان به حد کمک کرده برای امریکا که وابستگی امریکا برای پاکستان از بین برده، که پاکستان دیگه چی نداره که یک منطق و دلیلی که بتونه خود به صفت دوستی امریکا و نمود بکنه و بازم منفعت را که از امریکا برده بگیره. موضوع آمدیم سر موضوع تروریسم. ببینید در اینجا همین فعلا جهادگیری را که عربستان سعودی داره، حتی که یک جهادگیری دموکراتیک هم میتونیم بگویم، اساسا با گذشت هر روز نشانه های از تحقق دموکراسی در عربستان میره و عربستان به فکر میکنم که در هر سال در حدود 4 میلیارد دلار برای مدارس پاکستان میدادن و خود وزیر خارجه پاکستانی را گفت که 20,000 مدرسه که در پاکستان کار میکنن بجز از این ایده های توریستی و بنیادگرایی دیگه چیزی را برای شاگردان درس نمیتونن برای طالبایشان، این را قبلا وزیر خارجه پاکستان این را گفته بود. این یک نمونه یک نشانه ای از تغییر در روبروی پاکستان در برابر افغانستان و در برابر جهان فعلا دیده میشن. این دلالش به این شکل است که باز اما آقای آصفی بیشتر به این باور هستند که یک تغییر تاکتیکی است و در واقع برای دوباره سازی ذهنیت جهانیانی کار صورت میگیره. خب میتونه هر کشور به خاطر حفظ منافع مردمشون برنامه تاکتیکی بگیره و برنامه استراتژیک بگیره، این مربوط به خود پاکستان است. اما این که در آینده چه تغییر در منطقه وارد میشه، چه تغییر در سیاست جهان وارد میشه، این با خود عیار ساخته میتونه. پاکستانی ها دیگه بسیار انعطاف پذیر هستند. فکر میکنین که همین بحث مشخص را که افغانستان زیاد به دنبالش است که قطع در واقع گسترش دیدگاه افراطی و فرستادن انتحاری و انفجار به افغانستان منتج به اقدامات عملی شود؟ ببینید نه تنها افغانستان نمیگه، تمام دنیا حال میگه. اما در حال حاضر افغانستان زیاد می داره که ما متضرر هستیم. این باعث از این خواهد شد که بالاخره پاکستان عملا به دنبال این فتواها برای تطبیق فتواها. خب واقعا متضرر اولی افغانستان است در برابر عملیات توریستی پاکستان شد. حتی اینکه افغانستان خط اول است که خط دفاعی برای چین و روسیه و کشورهای آسیای میانه است که اونا بگم که چی میکنن، یعنی عملیات توریستی در وجود صورت نمیگیره، توریسم در وجود لانه ایجاد کرده نمیتونه، عملیات توریستی در وجود واسه انجام نمیشه. خب موضوع جنگ توریسم با افغانستان است، با قوت‌های امنیتی افغانستان و افغانستان که سپر شده برای از کشورها، یک گپ بخی واضح هست، این همه میفهمه. منظور ما این بود آقای والوالجی که آن چیزی که افغانستان مشخصا از پاکستان میخواهیم این است که
در واقع هراس افغانی دیگه حمایت نکنه و این حملات انتحاری اونجوری در افغانستان صورت میگیره که همیشه پاکستان متهم به شناخته شده دیگه از این فرستادن انتحاری جلوگیری بکنه. همین فتواها و همین روی تغییر روی کرد ولو تاکتیکی هم باشه روز منتج به اقدامات عملی خود شد در همین نزدیکی ها؟ بله بله چرا نه؟ دولت خود تمام جهان به یک صف قرار دارن علی توریسم کار میکنن و حتی خود توریسم تعریف شده از طرف شورای امنیت شده که در اون حساب پاکستان به صورت کشور توریسم حتی بتونه. یک مورد را که آقای حسنی بر اشاره کردنی است که نفس صدور این فتوا یا این تجمع میتونه تاثیرگذار باشه و ما باید به عنوان همسایه افغانستان و کشور اصلی که متضرر شدیم در خط اول نبرد با هراس افغانی باید از این دل خوش داشته باشیم. آقای ولوالجی هم بیشتر به این نظر هستند که تغییر ولو تاکتیکی هم باشه با توجه به فشارهای موجود بالای پاکستان و در کنارش حتی تعریفی که از تروریسم را شده امکان داره که پاکستان به عنوان کشور حامی هراس افغانی در لیست سیاه بره یا تعزیرات هم وارد شود. باز هم دیدگاه شما هم دیدگاهی بوده میتونه که پاکستان تاکتیکی عمل میکنه؟ این رقمی که استاد فرمودن هر اقدامی که بر ضد تروریسم بر ضد دهشت باشه باز باید ما استقبال کنیم، چه خواستا که همینطور اجتماع 1800 علمای پاکستانی کار کردن. اما شما پیشتر فرمودین که یا تاکتیکیست یا چی هست، ما فکر میکنم تاکتیکیست، اما دو شرط لازم است برای اینکه اوضاع تغییر کنه، یک شرط نظامی هست و یک شرط سیاسی هست. شرط نظامی ایست که باید از طالبا به این نتیجه برسن که به زور دستاورد نهاد داشتن و در این آل جهان هم فکر است. از این خاطر قوای هوایی ما به سال دوچند میشه، قوای خاص دوچند میشه، این رو باید بفهمن. اینا همی این رو داشتن که باید ولایت ها رو بگیرن، به او موافق نشدن. شرط دومیش سیاسی است، باید است که پاکستان به این نتیجه برسه چی حلقات عسکریش است، چی حلقات سیاسیش است، که مزار این سیاست ما بیشتر است از مفادی که ما میتونیم به دست بیاریم. وقتی که این دو شرط آماده شد و اون وقت ما خوشبین بوده میتونیم. یک عرض دیگر هم میخوایم بکنم که در بعضی خوانده میشه شنفته میشه که این مشکل ما رو امریکایی‌ها حل میکنه. این مشکل رو بغیر افغان‌ها کسی دیگه حل کرده نمیتونه. حالا شما ببینین از دوره ترامپ چیزی کمتر از 3 سال مانده و محبوبیت ترامپ در امریکا زیاد نیست. 2 سلس مخالفی است. 3 سال بعد اگر به گمان اغلب دموکرات‌ها خود بردن و سیاست تغییر میکنه، سیاست دموکرات ها رو ما میفهمیم، خروج قوایشان از افغانستان، به می 3 سال دیپلماسی ما، زعمای ما، وزارت خارجه ما باید است که بسیار مدبرانه عمل کنن، از این موقع استفاده کنن. دفعه اول است که یک موقع مساعد برابر شده و مشکل خود با پاکستان حل کنن و مشکل خود با طالبان به یک ترتیبی باید از حل شود. حتی در صفوف طالبان بعضی درس های دیده میشه، مثل که یک تعدادی از اونا به این نتیجه امکان رسیده باشند که از رای نظامی ما چیز دستاورده نخواهیم داشت. روی هم رفته من خوشبین هستم به شرطی که ما از این موقعی را به مفاد افغانستان، به مفاد سال، به مفاد منطقه از او استفاده درست کنیم و مدبرانه پیش بریم. آقای صفی شما گفتین که اگر طالبان به این نتیجه برسن که از طریق نظامی نمیتونن وارد قدرت شوند یا در واقع بتونن به پیروزی برسن، اما همین دیدگاه فکر میکنین که طالبان گسترش پیدا کرده باشه؟ طالبان در حال حاضر خریدار تنهایشان پاکستان نیست، طالبان در حال حاضر خریداران دیگر پیدا کرده. بحث حمایت روسیه از طالبان بسیار جدی است و به عنوان یک نگرانی مطرح میشه و روس‌ها هم دلیلشانی است که به خاطر حمایت از طالبان میکنند که داعش رو بزنند. در کنار از ایران هم مخصم مطرح میشه و کشورهای دیگه. این احتمال موجود است
پس ممکن نیست در حال حاضر که طالبان به این نتیجه برسن که با طریق نظامی نمیتونن به قدرت برسن، به پیروزی برسن؟ یک طرز دید نسبتاً بدبینانه است و اگر همینطور باشه این مشکلات افغانستان به زودی تمام نخواهد شد و یک بار دیگه افغانستان میدان جنگ های تعمیدی و جنگ های پروکسی وار که میگن است و این خطر موجود است. اما خب فعلا ما یک قدرت را نمی بینم که تعویض کنه از امریکا را موجود درشه به اینجا. و گمان نکنم که روس ها می خواهند که مشکلات برای امریکا ما چی کنن، اما نمی خواهند که براین. برای اینکه براین فورا سرحدات جنوبی از اینا مورد تهدید قرار می گیره. و امریکایی ها هم به شمال افغانستان دلچسپی دارند. اینا هم نخواهد گذاشتن که یک بار دیگه اونجا روسا حاکم شوند به شمال افغانستان. اما خب کل گزی فرضیه هاست، هنوز وقت است که آدم در این باره چیده. و بحثش را که شما مطرح کردین موجودیت دولت در بین دولت در پاکستان، بله. حالا فکر میکنین این تفکری که در حال حاضر در میان علما موجودیت پیدا کرده و مولانا فضل الرحمن به عنوان کسی که جهاد در افغانستان روا میدانست و جواز میداد، او چنین چیزی را پیشنهاد میکنه، باز این دیدگاه ها همه قسم قبول شده یا مقبول بره به طرف اردو یا دولت نظامی پاکستان؟ چون صلاحیت دار اصلی اونا هست. زیادترین کسایی که طرفدار مداخله در افغانستان هستن حلقات نظامی است، از حلقات سیاسی کرده. و اینا به گمان نکنم که از خاطر از این فتواست چی خود تغییر بتن سیاست خود. اما فشار وقتی که آمد بالایشان که اقتصادی باشه، سیاسی باشه، به اون وقت امکان داره. اما باید از انتظار کشید. اما دفعه اول است که حکومت آقای کرزایی، حکومت آقای اشرف غنی میگفتن که مرکز تروریسم در پاکستان است. دنیا میفهمید اما قبول نمیکرد. دفعه اول است که اونا اعتراف میکنن. مثلا امریکا میگپ میزنه، تهدید میکنه. هیئت شورای امنیت که گپ بسیار مهم است، دو سه روز پیش به کابل بود. و حکومت افغانستان قرار کنیدیم دیگه اسناد مداخله پاکستان هم برای از اونا دادن دیگه. از این اصل گپ ایست که ما چی کرده میتونیم، چی استفاده به خیر افغانستان و برای برگشت سال ثبات آورده میتونیم دیگه. تمام فکر نکنیم که دیگر کارهای ما رو میکنن. باید از خود ما باز اقدامات کنیم که این مشکل افغانستان اگر خدا بخواهد کم شده. و امروز میفهمیم که گمان کنم مردم افغانستان از نان دسترخان خودم کرده به امنیت زیادتر احتیاج داره. شکر. یک ایراد که بالای علمای افغانستان البته اکثرا نیم، ولی همینطور دیدگاه ها زیاد مطرح است، اجازه بتین تو اگر ایره با شما شریک بسازم. بسیاری ها به این باور هستند که علمای افغانستان نمیتونن امو دیدگاه واضح شرعی در قبال موضوع جهاد افغانستان آنچنانی که لازم است وارد بکنن. مثلا روزای جمعه زمانی که شما به منابر میرین و جای بحث کردن به مسائل بسیار مهمه که میتونه تاثیرگذار بالای ذهنیت مردم باشه، به موارد پرداخته میشه که یا تکراری هستن یا در واقع زیاد نمیتونه جای پا داشته باشه در میان تفکر مردمی. در کنار از این زمانی که پاکستان، حالا اگر بگوییم که یک دید منفی نسبت به می تجمع 800 نفری علما داشته باشه، مگر این تاکتیکی باشه، شما میبینید که پاکستان، دولت پاکستان چطور علما را، دیدگاه علما را با خود داره در قبال مسائل ملیشان؟ فشار وارد میشه، اینا همین فتوا صادر میکنن. اگر فتوای درست هم باشه، ولی زمانی فتوا بسیار مهم است، زمانی صورت میگیره که فشار بالای پاکستان زیاد شده. چرا ما نتونستیم دیدگاه واحد و واضح را در میان علمای افغانستان داشته باشیم که همه با یک صدا، عالمی که در هلمند نشسته مخصوص بگویه یا در دایکندی نشسته یا در مزار در کابل نشسته، یک صدای واحد علیه آن چیزی که در افغانستان در حال حاضر به نام جهاد صورت میگیره داشته باشیم؟ ببینین، نکته اول اینجا این است که ما میخواییم به این نکته اشاره کنم که ما به جای این که بیاییم از این طرف سوال کنیم که آیا صدور فتوا از طرف علمای پاکستان بالای سیاستهای اردو یا نظامیان پاکستان تأثیر میگذاره یا نمیگذاره، ما میخواییم عرض بکنم که در حقیقت
روی کردهای نظامیان پاکستان بر اثر فشارهای بین المللی و همچنین به خصوص ایالات متحده آمریکا و همچنین دیپلماسی فعال افغانستان باعث شده که این روی کردشان تغییر بکنه ولو در حد اعلام، و این روی تغییر روی کرده از این است که علما را به صدور فتوا علیه دهشت افغانی و ترور و انتحار بلند میکنه و اونا را صدور به فتوا وادار به صدور فتوا میکنه. من به این نکته شما موافق هستم که علمای پاکستان هماهنگ است با سیستم استخباراتی پاکستان و در چنگ ISI پاکستان است و به نحوی ISI پاکستان بالای علمای پاکستان تسلط دارد و خیلی میتونه از طریق اعمال فشار بر اونها موضع اونها را در جاهای مختلفی حساب بشرخانه و کنترل بکنه. اما از یک دید دیگه اگر ببینیم، حالا میخوایم حالا بحث موضع برحق و نابرحق مطرح است. موضع علمای افغانستان برحق است ولو اگر حکومت نتونه فشار بالایشان وارد کنه. من میخوام عرض بکنم ببینید، در داخل افغانستان ما یک واقعیت نباید دو تا واقعیت اشاره میکنم که نباید ما منکر شیم. یکی این که با توجه به عدم هماهنگی بین دولت افغانستان و نهادهای دینی افغانستان، اکثریت نهادهای دینی ما به خارج از افغانستان وابسته هستند. این من به عنوان یک اشاره عرض کردم. زمانی که علمای ما از لحاظ فکری و از لحاظ حتی مالی و از لحاظ ارتباطات خودش و یعنی او نقاط اوتوریته دینی و مراجع تصمیم گیری دینی به خارج وابسته است، تا زمانی که آنها تصمیم نگیرن اینا در داخل افغانستان قدرت نمی کنن که نه از لحاظ مرجعیت علمی با خودی صلاحیت میتن و نه از لحاظ فشارهای ارتباطی که داره، ارتباطات مالی که داره، نمیتونه مستقلا اعلام نظر بکنه. بنابراین یک بینوان یک واقعیته که نهادهای دینی ما بخش عمدهش به خارج از مرزهای افغانستان وابسته است و به همین خاطر است که ما در میان علمای افغانستان در میان اکثریت میگم شاید قلیل علمایی باشند که به مصالح ملی بیشتر پابند باشد تا به مصالح ظاهراً دینی که به منافع ملی دیگران وابسته است. اما اکثریت دارای چنین دید ملی نیست. شما نگاه کنین، یک روحانی عربستانی هیچ وقت حاضر نمیشه علیه دولت خودش، علیه منافع ملی خودش فتوا صادر بکنه. یک ملای پاکستانی هیچ وقت حاضر نمیشه علیه منافع ملی خودش فتوا صادر بکنه. یک ملای ایرانی حاضر نیست علیه منافع ملی خودش، علیه دولت خودش فتوا صادر بکنه. اما در افغانستان شما میبینید هر مسجد برای خودش علیه دولت، علیه نظام، علیه شما. این دردآور است که در خیلی جاهای ما ملای مثلا مولوی یا ملا حاضر نمیشه بیه بالای جنازه شهید اردوی ملی ما نماز بخونه. این یعنی این که ای از لحاظ امنیتی جرأت نمیکنه، از لحاظ تفکرات اعتقادی جرأت نمیکنه و از لحاظ ارتباطاتی که داره به اجازه نمیده که در اینجا شما گام را بردارید. این واقعیت وجود داره. واقعیت دیگه که در اینجا وجود داره این است که دولت افغانستان نتانسته با علما چنان رفتار بکنه که اینها را معتقد به منافع ملی بسازه. ما امروز در افغانستان از وحدت ملی زیاد گپ میزنیم، از منافع ملی زیاد گپ میزنیم، اما آنقدر متشتت عمل میکنیم، آنقدر بد عمل میکنیم، سیاستمداران ما، دولت مردان ما چنان بد عمل کردن که امروز ما به منافع قومی خود بیشتر وابسته ایم تا منافع ملی خود. شکر. به منافع مذهبی و زبانی خود بیشتر وابسته هستیم تا منافع ملی خود. تا زمانی که این دیدگاه ها اصلاح نشوه، تا زمانی که مردم هر فرد افغانستان، فرق نمی کنه او کراچیوان باشه، ملا باشه، دگروال باشه، جنرال باشه، تباف باشه، اگر عقل متعلق به خود ندانه و نماینده خود ندانه از او حمایت نمی کنه. پس بنابراین من ریشه را در یکی وابستگی نهادهای دینی به خارج مرزهای افغانستان می دانیم و دیگری عملکرد غیر فعال و نامناسب دولت نسبت به علما و در مجموع ملت افغانستان می دانیم. تشکر آقای والبالجی. بحثی که حالا فکر میکنین که این مورد یا امی دیدگاه هایی که در واقع در پاکستان مطرح شده میتونه تأثیر گذاری یا در واقع منشأ از حکومت نظامی پاکستان داشته باشه، و دومی که
آیا این اقدامات پاکستان خواهد توانست که توجه آمریکا را دوباره به خود جلب بکنه و در واقع موارد به تعلیق آوردن کمک های نظامی آمریکا با پاکستان در حال حاضر و به زودی رفع شدنی باشه با این اقدامات؟ خب ببینین، خو یک امر مسلم است، هیچ کس این کار نمیکنه که زیادتر قوات های نظامی پاکستان بالای پاکستان حاکمیت دارد، نه نهادهای ملکی. نه این حالی خود مدارس پاکستان اینا هم وابسته هستن به اکثر برای یا دولت بگیم یا استخبارات پاکستان به شکلی که شما میگین و دیگه من گفت استاد تایید میکنم که منافع ملیشون رو خوبتر میفهمن چه یک عالم دینش باشه، چه یک جنرالش باشه، چه کسی که صدر اعظم ملکی در پاکستان باشه، زیادتر رو به خاطر منافع حفظ منافع ملیشون کار میکنن، نه به حفظ منفعت امریکا، نه به چین، نه به روسیه. اونا یک سیاست بسیار ملی دارن برای خودشان، اما ای که در مورد کشورهای دیگه چه رقم عمل میکنن، چه رقم موضع میگیرن، اون باز خارج از موضوع است. خب حالا فکر میکنین که نظامیان بتونن امی دیدگاه منشأ از نظامیانش داشته باشه یا بتونه تاثیرگذاری بالای دیدگاه نظامیان پاکستان داشته باشه؟ اصلا علما بالای دیدگاه نظامیان پاکستان نداره. ببینید شما، ما گفتم پیشتر که یا برعکس از یک مو پیش دیدگاه ها منشأ از نظامیان پاکستان داشته باشه، میتغییر میکنه. بله واقعا مثلا بولچی برای مدارسش چه بالای نیادای پس فکر میکنین که در این نزدیکی ها این اقدامات پاکستان بتونه توجه آمریکا رو دوباره جلب بکنه و بحث رفع تعلیق کمک ها مطرح باشه؟ آمریکا بی نهایت ضرورت داره برای پاکستان. این رابطه داشتن آمریکا برای یعنی به منافع پاکستان، به خاطر چیزی اینی که در پلوی خود داشته باشه پاکستان، یک گپ حیاتی آمریکا است. و اگر پاکستان با آمریکا نباشه، افغانستان هم نمیتونه با آمریکا باشه، به خاطر که راه اکمالاتی در اینجا نداره امریکا. همونطوری که ما کشور ما این مهاد به خشکه است، ما بسیار ضرر میبینیم. اما امریکایی ها گفتن که مشکل با راه اکمالاتی ندارن. وزیر دفاع امریکا در پاسخ به خبرنگار هم این مورد مطرح بود. ما به صورت یک نظامی این گپ اصلا اشتباه است. ببین چرا نداره؟ وقتی که ما اکثرا در رسانه ما این گپ گفتیم، وقتی که پاکستانی 6 ماه راه اکمالاتی امریکا را قطع کردن، امریکا مجبور شد بر روسیه امتیاز بده و از طریق اکمالات قواتش صورت بده. وقتی یک قوات که اکمالات نشه از لحاظ نمی او محکوم به نابودی هست. یک حرف است که ایره هیچ هست. ما بارها گفتیم با عالم میگیم که قوات هایی که فضلا در عمان مرکز گرفته، امریکا مرکز اکمالاتی این عمانی که روبروی بندر گوادر است، روبروی جغرافیش دو جو بلوچ ها زندگی میکنه. اگر پاکستان اگر برای چه اینی زیادتر فشار بره برای بالای منافع امریکا، ما امریکا مجبور است جنگ برای بندازه ده. یا توسط هندوستان یا توسط خودش که وعده جا استراتژیک ترین جغرافیا وجود داره، خلیج فارس، تنگه هرمز و بحیره عمان، اینا حیاتی ترین مناطق هستن برای منافع. در اولین توییتی که دونالد ترامپ انجام داده بود، در واقع به اصطلاح افغانی پاکستان متهم کرده بود که از رهبران آمریکا احمق پولی میگیرن. حالا فکر میکنین که این اقدامات پاکستان در واقع دوباره آتشی را که در دولت ترامپ روشن شده علیه پاکستان رو خاموش بسازه، به نحو تاکتیکیش با پاکستان دوباره به چیزی ادامه بده که سالها انجام داده؟ نه، ولی با آمریکا رو برتو پیشتر ما عرض کردم، ولی خود داسه میانه این نزدیک است که چی شوه، زیادتر نسبت به روسیه نفوذ آمریکا زیاد شده. خود همین رئیس جمهور قزاقستان علنا گفت که ما به خاطر حفظ منافع ملی مون، به خاطر جغرافیای مون آمریکا برای ما کمک میکنه، نه که سرحدات ما هم موجودیت قزاقستان. و حتی ای که قزاقستان با چین و با روسیه هم سرحد است، از جا ضرر میبینه را اعتراف کرد خود رئیس جمهور قزاقستان. اینا گپای ساده ای نیست و اصلا این اهداف استراتژیک هر قدرتی که باشه، فعلا آسیای میانه است که با آسیای میانه با بازارش برسه، با منابعش برسن و ای که در اوجا بتونن از طریق آسیای میانه روسیه را تهدید بکنن، چین را تهدید بکنن،
ولایت دو حاکمیت داشته باشد به خاطر منافعشون از لحاظ اقتصادی خیلی مهم است برای امریکا. آقای آصفی، مولانا فضل الرحمن در گفته های خود همچنان یاد کرده که باید فشارها از جانب آمریکا رفع شوند، البته با اقداماتی که لازم است و ذریعه از او پالیسی دفاعی باید دوباره نظر سرش صورت بگیرم، و گفته که سیاست یا دیپلماسی پاکستان در منطقه، بیشتر پالیسی پاکستان در منطقه باعث ازی شده که آمریکا پشت بگردانه به پاکستان و هند نفوذ بیشتر در افغانستان پیدا بکنه. با این حال فکر میکنین که ما پاکستان در اقدامات عملی بیشتر مصروف ببینیم تا اینکه نخواهد آمریکا را دست بده؟ چون مولانا فضل الرحمن هم تا کنار ازی گفته که چین نمیتونه در مواقع حساس مثل آمریکا کمک بکنه ما را. چیزی که استاد ولوجی فرمودن، پاکستان برای آمریکا مهم است و آمریکا برای پاکستان مهم است. این فشار تا اندازه محدود خواهد بود. ما فکر نکنیم که آمریکا و مناطق پاکستان را بمبارد خواهد کردن یا از یک اندازه زیاد فشار خواهد آوردن. یک مملکت است که بمیز روی داره، مرکز افراطیت است، از این میترسن که مبادا بمیز روی به دست افراطی ها بفته، و رقمی که معاون رئیس جمهور کرده بن لادن از پیشتر که بود اوباما برای کرده سر میزدان به عصبانیت خیست و دستمال انداخت و متوجه باشین که پاکستان 50 دفعه بر ما از شما کده مهم تر است. دیگه از این خاطر ما چی بازی کرده میتونیم، ما چی استفاده کرده میتونیم از این شرایطی که نسبتاً مساعد شده برای افغانستان برای آوردن صلح و ثبات. گفتم که از یک طرف فشار نظامی، فشار که فعلا هست، ببینیم تا کدام اندازه امریکا پیش میره، و این ما را دیپلماسی ما را فرصت میده که مشکل خود هم با پاکستان هم با طالبان حل کنیم. حالا فکر میکنین که دیپلماسی افغانستان همقدر فعال بوده یا بعد از این فعال باشه که بتونه از این فرصت به وجود آمده استفاده بکنه؟ من نظری سه به خدمتتان فرمودم که امید میکنیم. امید میکنیم که اما واقعیت های موجود شما را چی میگه؟ انسان چرا خوشبین نباشه دی که بدبین باشه؟ اما بحث رویات است که یک گلاس نصفش شربت پر است یا خالی است. اگه بدبین است این میگه نصفش خالی شده، اگه خوشبین است این میگه نوزم نصفش هست. من ایره به خاطر از این پرسیدم که زمانی که بحث های فشار بالای پاکستان مطرح شد، حکومت افغانستان به نوع استدلال کرد که دیپلماسی فعال ما بود که تانست این دیدگاه را یا در آمریکا ایجاد بکنه یا این دیدگاه را وسعت ببخشه. اما یک بخش دیگه آمد مخالفت کرد با این دیدگاه، گفت که معادلات و معاملات منطقه‌ای بیشتر باعث ازی شده که آمریکا طوری با پاکستان برخورد بکنه که فشار بالایش باشه. من امی کردیت برای امی حکومت وحدت ملی و برای اشرف غنی و دکتر عبدالله میتم. در اواخر خوب بسیار روابط رئیس جمهور کرزای امرای امریکا بسیار کشیدگی زیاد بود، و اینا تانستن که تا اندازه قناعت بدن. اما پاکستان، امریکا سیاست خود که تغییر میکنه از خاطر گفتار احد و محمود نیست، منافعشان ایجاب میکنه. اگه صحبت های دیگه شد در مورد احتمال مداخله همسایه شمال ما یا غربی ما، او رول مهمتر داشته، اما حتما دلایلی که حکومت ما گفتن برای اونا این هم بی تاثیر نبوده، چنانچه قرار که مشونید متن سیاست نیست بخواد من گفتم از دور گپاره میشنم که بعضی اسناد دیگه هم برای از هیئت شورای امنیت که آمده بود داده شده که مورد دلچسپی از اونا قرار گرفته. بله، و گپ دیگی که بسیار مهم است، دوام فشارها بالای پاکستان است. فکر میکنین که امون نگرانی که شما مطرح کردین برام جالب بود که قرار است سه سال بعد، چون دولت ترامپ دیگه، حکومت ترامپ بخشی از عمر خود گذاشتنده، دیدگاه پا امریکایی ها همچنان حتی در سه سال که از دوره آقای ترامپ باقی مانده دوامدار و مبنی بر فشار بالای پاکستان باشه، تا زمانی که پاکستان آینه تمام گفته های خود باشه که آن چیزی که میگه عمل بکنه؟
امید است که ما بهتر عمل کنیم، موثرتر عمل کنیم و مشکلات داخلی خود در این شرایط حساس ای را باید از حل کنیم، برای اینکه هر قدری که اونا دلچسپی هم داشته باشن، وقتی که ما به این حالت باشیم یک نوع دلسردی و مایوسیت پیش از اونا پیدا میشه و امید است که ما این مشکل هم حل کنیم، مشکلی که فعلا بین یکی از ولایات و حکومت است. این به نفع ما نیست و نفع ادعایی که ما داریم نیست و منفعت ملی ما نیست و به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع دولت است، نه به نفع کسایی که از زور میخواین کار بگیرن. و به عنوان سوال آخر و جنبندی از شما، حالا بر حکومت افغانستان است از فرصت موجود استفاده بکنم. استفاده بکنه و دفعه اول است که یک کمی روشنی میبینم و خوشبین است. تشکر. آقای حسنی، در حال حاضر چقدر شما باورمند به این هستین که فشارهای موجود بالای پاکستان تا حد دیر دوام بکنه و پاورجا باشه که قضیه تا پاک شدن پاکستان و یا حداقل تا جایی که افغانستان دیگه متضرر از اون نباشه و پیش بره؟ گپ دومی است که کارخانگی دولت افغانستان در حال حاضر و در وضعیت موجود که اگر دید مثبت را که آقای آصفی میگن داشته باشیم، یک فرصت ببینیم، این فرصت چه رقم استفاده بکنیم؟ دو سه تا نکته را میخوایم عرض بکنیم. یک، حکومت پاکستان به عنوان یک حکومت سنتی متحده آمریکا همیشه قلمداد شده و هست و برداشت من این است که خواهد بود به عنوان یک متحد سنتیش در جنوب آسیا. نکته دوم دیگه این است که چند سال است که خب افغانستان هم جزء حکومت‌های متحد ایالات متحده آمریکا، کسی که موافقتنامه امنیتی بایش داره و در مجموع حکومت افغانستان خود را مدیون حمایت‌های آمریکا میدانه. همین چند روز پیش رئیس جمهور گفت اگر آمریکا حمایت خود از اردوی ما قطع بکنه، اردوی مثلا 6 ماه دوام نمیاره. این چیز سر واضحه. خب وقتی که هم دولت افغانستان یک دولت متحده آمریکاست و هم دولت پاکستان یک متحد سنتی ایالات متحده آمریکاست، ایالات متحده آمریکا نمیخواد بین این دو تا متحدش، دو تا دولت متحده و همسایه، همیشه نزاع وجود داشته باشه. من معتقد هستم که علارغم این که دولت آمریکا پاکستان را به خاطر برخی جستخیزها و گرایش‌ها به سمت چین و روسیه می‌خواهد تنبیه بکنه، یعنی اقدامات آمریکا در حقیقت در جهت نگه داشتن پاکستان در اردوی خودش هست، در جزء حکومت‌های متحد خودش هست، یعنی اقدامات طوری است که پاکستان می‌خواهد تنبیه بکنه که بمانه، به سمت دیگری گرایش پیدا نکنه و او را به حساب فعلا از لحاظ اقتصادی و سیاسی تحت فشار گذاشته. ایرم دولت آمریکا نمیخواد که بین دو تا متحد همیشه نزاع برقرار شه. من برداشتم اینه که آمریکا تا سرحد عادی سازی روابط بین افغانستان و پاکستان، اینه که روابط دو تا کشور به یک روابط حسنه تبدیل شه و اینا با همدیگه مشکلات حادره نداشته باشه، به نظرم تا این سرحد پیش میره و هیچ وقت هم نمیخواد که پاکستان را کامل از خود رها بکنه، بلکه تلاش خواهد که پاکستان را نگه داره، افغانستان را هم همچنین. منتها میخواد که بین از اینا دیگه هر روز نزاعی آنچنانی وجود نداشته باشه، به یک نحوی میخواد دو تا کشور را روابطشان را بین هم دیگه مدیریت بکنه و از هر دو کشور به نفع منافع ملی خودش در منطقه استفاده بکنه، چه به سمت آسیای میانه، چه به سمت ایران، چه به سمت چین و حتی در جهت کنترل برخی سیاست‌های منطقه‌ای هند هم ممکنه آمریکا از استفاده بکنه این در خصوص. اما کار خانگی دولت افغانستان این است که در شرایط فعلی تلاش شود که از مواضع اعلام شده دولت پاکستان نهایت استفاده را ببره و در عین حال که از آنها استقبال میکنه، در جهت اقدامات استخباراتی پاکستان هوشیاری بیش از حد خود را داشته باشه و ارگانهای کشفی ما، چه اونایی که مثلا در داخل پاکستان فعال هستند، چه اونایی که در داخل افغانستان فعال هستند، در مرزها فعال هستند، این نهادها باید
همزمان با اعلام های موضع های اعلام شده دولت پاکستان اقدامات عملی پاکستان را هم زیر نظر قرار بده و همچنان به جمع آوری اسناد مدارک چه در جهت اقدامات مثبت پاکستان چه در جهت اقدامات منفی پاکستان اقدام بکنه تا که بتونن واقعا مثلا بعد از 3 ماه بعد از 6 ماه بعد از 1 سال رفتارهای چه تغییر در رفتارهای پاکستان تغییر مثبت یا تغییر منفی را مستند سازی بکنه و بتونه بر اساس از اون سیاست های بعدی خود را و روابط بعدی خود را با پاکستان عیار بکنه. تشکر آقای ولبولجی. اگر وضعیت موجود را به عنوان یک فرصت بشماریم، آنچه را که دولت افغانستان در حال حاضر باید انجام بده چی است؟ دولت افغانستان باید از خودسازی شروع کنه. می مشکلاتی که وجود داره میان فرماندهی و اعضا، حتی که قوم در افغانستان اقوام، اینی را زیاد مدیریت بکنن که بتونه دولت افغانستان از یک تریبیون گپ بزنه، منافع مردم افغانستان از یک تریبیون انعکاس بکنه و بعداً باز ما ببینیم که از روابط خارجی ما که دوستایی که داریم، دشمنایی که داریم، اینا را سبک سنگین شوه منافعشان و ضرر رسانیشان بتونه بر افغانستان همگی و بعد مطابق به این ما یک روش سیاسی را داشته باشیم که ضرر دیگه نبینیم و یک فرصت بسیار عالی و خوب برای افغانستان میسر شده که بعد از استفاده بکنیم. تشکر آقای ولبولجی، آقای حسنی و آقای آصفی از گروه بحث افغانستان. سپاس از شما نیز که تا این دم بازنگار دنبال کردین. تا فرصت و دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.